آخرین فرصت گل، گلدوزی، سنبل و نسترن نوروزی. لطفاً این هدیه به مادر بدهید، یادگار شب آخر بدهید. آخرین فرصت گل، یک گلدان، ساختم با نمک و خرده نان. در شب آخر و پایان بهار، پیشکش می کنمش خدمت یار. آخرین فرصت گل، یک کوسن، نقش بندی شده با نخ سوزن. به شهیدان نظری داشتم، لاله سرخ در آن کاشتم. آخرین فرصت گل، یک ماهی، اثر جوهر و کاغذ کاهی. آبش از چوب و مقواب و خمیر، خدمت آن پدر و مادر پیر. آخرین فرصت گل، یک نامه، به هواداری از این برنامه. میروم صبح سحر با شادی، مقصدم آزادی، آزادی. سلام به تو رفیق مهدی اصلانی عزیز، امید که خوب و سلامت باشی. سلام میکنم به تو علی دماوندی گرامیم، همینطور از این طریق به تمامی بینندگان محترم تلویزیونی و تمامی کسانی که از این طریق به این واسطه و با هم دیگه ارتباط داریم. امیدوارم که بقدر بضاعت دانسته هام در خدمتت باشم در ارتباط با موضوعی که امروز قراره بر روی اون مکس کنیم. مهدی جان، کتاب آخرین فرصت گل، دومین کتاب شما، توسط نشر باران انتشار پیدا کرده و بسیاری از اون با یاد همون نامه های تیر باران شده ها بهش نگاه میکنن. این چه هست؟ این آخرین فرصت گل چه هست؟ و چطور شما این نام زیبای آخرین فرصت گل رو انتخاب کردید؟ همونطور که من در مقدمه کتاب آوردم، در پیشگفتار کتاب اومدم، نام کتاب
برگرفته و وام گرفته از شاعر بزرگ آزادی احمد شاملوس در یکی از سروده های تکان دهندهش، میخواهم خواب اقاقیاها را بمیرم در آخرین فرصت گل. این نام برگرفته از سروده شاعر بزرگ آزادی احمد شاملوس، که همینجا اجازه میخوام گفته باشم که یکی از قامت راسترین و یکی از بلندترین چهره های روشنفکری ایران بود احمد شاملو و هست. به گمانم با رفتنش در اون ملک بلازده به گونه ای کلمه یتیم موند، کسی که همواره ستایشگر انسان باقی موند تا آخر عمرش، همواره فریادگر نیکی باقی موند و صداش بالاتر از حنجرش به گوش تمامی ما رسید. و اجازه میخوام که این سوء استفاده مثبت رو کرده باشم و احترام ادای دین و احترامی کرده باشم به شاعر بزرگ آزادی. برجد نام کتاب از احمد شاملو گرفته شد، از سروده ای از احمد شاملو که گفتم. و خود کتاب در حقیقت آنگونه که در مقدمه آورده شده و خود کتاب هم این رو توضیح میده، به گونه جمع آوری و انتشار آثار قلمی نیز شدگان بود نامبارک حکومت اسلامی بود. به یک معنا فانوسکی که تابیده شد و من سعی کردم این فانوسک رو بتابونم بر بی انتهایی تونل وحشت این نظام. شاید، و تأکید دارم بر شاید، شاید آیندگان با مراجعه به این دست آثار، کار من نه اولین بوده نه آخرین و هیچ گونه در حقیقت تأکیدی بر این که برتری بدم به کار خودم که ساماندهیشو عهده‌دار بودم ندارم اینجا، شاید آیندگان با مراجعه به این دست آثار بتونن در شناخت و سازوکار دوره‌های زندان نظام اسلامی به قول معروف از این کار بهره بجویند. تمام سعی من در ساماندهی این کتاب بر آن بود که فارغ از هر گونه فکر، اندیشه و گرایش سیاسی و فارغ از جنسیت، اون مقدار از آثار بر جای مونده قلمی و کارهای دستی که در آستان ننگین دگرکشی تنابکش شدند و اعدام شدند رو در این مجموعه گرد بیارم. این مهم جز با همیاری تمامی عزیزانم و همراهانم ناممکن بود. آخرین فرصت گل هم از این رو کاریست جمعی، جستار پرخون، گرم و کتابگونه بهروز شیدای عزیز، منتقد ادبی تبعید، ویترین و جلایی دیگر به کتاب بخشید. طراحی برگارایی در واقع این کتاب کار جهانگیر سروری عزیز بود. کارهای دیزاین و جلد این کتاب رو رفیق همیشم امیر جان عهده‌دار شد و همینطور کسان دیگری که هر کس به فراخور به صلاح گوشه ای از کار رو گرفت و این کار رو در واقع من کار جمعی میدونم. جناب علی عزیزم، توی این فرهنگ لغات ما یک کلمه ای داریم، یک واژه ای داریم به نام برهه که معمولا به یک بخش و قسمت و زمان در فرهنگ لغات معنا شده. حکومت اسلامی نزدیک به 4 دهه است که همواره خودشو در برهه حساس میدانه و همیشه از این کلید واژه استفاده میکنه. از تولد تا مرگ این کلید واژه ذاتی تمامی سیستم های جنایتکاره. حکومت اسلامی از این روی نظام همه کش بوده، از فردای پشتوان کشی مدرسه رفاه تا به امروز به مفهوم نسل بالروب، این پیروزی در ترساندن است، خواسته که ترس رو در جامعه به یک پیروزی مخدوش بدل کنه و اقتدار ترس رو حقنه بکنه. نامه های بر جای مونده از 137 تنی که شبنمی است از یک قطره از یک دریای بزرگ که سرزمین ما ایران رو در بر گرفته، همه ماجرا نیست و
و این مقدار اون چیزی بوده که من بهش دسترسی پیدا کردم و بیشتر این نامه ها، واپسین نامه ها و نامه های زندان در صندوق خونه مادران و همسران درد به امانت باقی مونده و این کار هنوز کاریست آغاز نشده، پوشهیست گشوده نشده و هنوز اونقدر کار در این ارتباط هست که این اتفاقی که افتاده، این کتابی که منتشر شده، اینا فقط باستاب گوشه ای از اون همه جنایتیه که در این نزدیک به 14 از عمر حکومت اسلامی به واقع نصیب شده. بازگردم به سؤال اول کلیدی و پرسش اصلیتون که چه شد اساسا. من کوتاه بگم در 60مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم در فرصت کوتاهی که در تبعیدگاه هم آلمان نصیب بردم، دیداری داشتم از یکی از سوختگاه های انسانی، یعنی اردوگاه مرگ داخاو در تپه مشرف به شهر مونیخ، در یک چشمانداز زیبا که اساسا آدمی باور نمیکنه که چنان جنایت مخوفی در این زیبا مکان رخ داده باشه. بر در اصلی اردوگاه داخاو مانند همه اردوگاه های مرگ این جمله معروف آلمانی به چشم میخوره: Arbeit macht frei، به معنای کار رهایی بخشه. این پیروزی فاشیسم رو میدونید که به قول معروف جهانیان به گونه فتح‌نامه انسان نام نهادن. من در دیداری که داشتم در 60مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم، خب بسیاری از آثار دست نخورده باقی مونده، آثار جنایت رو نگه داشتن، مسواک ها، مو، دندان، عینک و و و تمامی اونج چمدان های خاکی رنگی که در واقع به هنگام فرار باقی گذاشتن از خودشون، شب کلاهای تلمبر شده، عینک‌های بی‌صاحب. به واقع با دیدن اون پرت شدم به راهروهای مرگ در گوهر کشترین مکانی که در زندگیم بودن، یعنی زندان گوهردش در راهروهای مرگ، و از خودم این سوال رو میکنه که به راستی این کهنه اشیا نشانه چه چیز داره؟ تاخت زدن یاد، حافظه و تقابل با خوره فراموشی. در اون گیج سری که درگیرش بودم، پیرزنی که روی یک صندلی چرخدار ویژه معلولین نشسته بود، توسط پرستارش این سونسو برده میشد، کلماتی رو از بون غار نامفهوم به زبان می آورد. برای توریست‌ها اصلا مهم نبود که او چه میگوید، فقط با دست مکانهایی رو نشون میداد که خودش در اونجا بوده. اینی که از شاهدان زنده و یکی از اسناد جنایت دوره جنگ بود. همه سبقت می گرفتن برای عکس گرفتن با این کهنسال پیرزن در واقع لهستانی. این پرسش و این حسادت مثبت و این بغض مرا فرا گرفت که آیا ما در کهنسالی احتمالیمون میتونیم سوژه عکس توریست ها واقع بشیم؟ آیا این پیرزن لهستانی و بازدید کنندگان داخاو میدونن چه بر سر شیرزنانی اومد که در تابوت‌های ابدایی حاج داوود رحمانی نگفتند و به پاره‌ای از اونها به در واقع به باور جنون رسیدند؟ ما روزگاری به صندلی چرخدار ویژه معلولین میتونیم اسرار هویدا کنیم؟ مگه چند نفر همت و شانس شهرنوش پارسی‌پور، پروانه علیزاده، منیره برادران، فریبا ثابت، سودابه اردوان، سریا زنگواری و و و بسیاری دوستان دیگر که در جوانیشون گیسو سپید کردن، چند نفر از اینها این فرصت و شانس رو میتونن پیدا بکنن؟ هیچ کس با ما عکس نمیگیره، هیچ کجا، چون پیرزن لهستانی سوژه نمیشیم. روزگار غریبیه. به واقع غارت شدن و جیغ زدنهای ما رو در کرگوشی روزگار در واقع دفن شد. از همون زمان در واقع این وسوسه و این فکر در من بود که بتونم اونقدری که در بضاعتم هست، در توانم هست، این آثار رو به قول معروف ثبت بکنم. ایران یک سرزمینیه که یکی از بلندترین بناهای تاریخیش پاسارگاد و پرسپولیس نیست، دیوار هاشاست. هر مستبدی که از راه رسیده یه خشت بر روی این دیوار گذاشته، بالا برده و
به همه و همه هاشا و انکار بوده با یه ترجیبند متعفن که شرایط روز ایجاب میکرد و در برهه حساس در واقع قرار داشتیم. من سعی کردم اونچه که باقی مونده از دهه اول انقلاب، از خانم فرخروی پارسای تا بهائیان اعدام شده تا طیف جریانات چپ تا مجاهدین و همه اون کسانی که به جهت دیگرگونه فکر کردن و به دیگراندیشی و دیگرباشی مورد هجوم قرار گرفتن و اثر قلمی ازشون باقی مونده و کار دستی، موضوع کتاب قرار بدم و 137 تن رو در واقع از اون خیلی عظیم اعدام شدگان اون چه که دست من رسیده بود رو در این کتاب سامان دادم. شما از 137 تن گفتید و از قطره ای از دریای کشته ها صحبت کردید. از من یادم سال 67 که خانواده ها می رفتن در کمیته ها و ساک ها رو تحویل می گرفتن، ساک های یادگاری بچه هاشون، اون موقع همه از چند هزاره حرف می زدن و دوره دهه 60 و دوره‌ای که به قول شما از مدرسه رفاه آغاز شد به همچنان ادامه داره. به قول لوی آرگون میگه این نامه های تیرباران شده ها، نمیدونم آیا کسی هست که بتونه این نامه های تیرباران شده ها رو بخونه بیان که چشمانش از اشک لبریز نشه و بیان که با اصطلاح حقیر و نارسایی که داریم قلبش فشرده نشه. من وقتی کتاب شما رو میبینم به یاد همین آخرین نامه های 71 نفر از پارتیزان ها و اعضای جبهه مقاومت فرانسه و حزب کمونیست فرانسه میفتم که توسط گشتابو اعدام شدن. شما خیلی به خوبی اینو پیوند دادید با اردوگاه مرگ نزدیک مونیخ که رفتید و نگاه کردید. ولی وقتی من اون نامه ها رو با نامه های دیگه با سندهای شما دارم نگاه میکنم، میبینم که مثلا توی نامه های تیرباران شده های فرانسوی طرف میاد میگه که منو دارن میبرن، یعنی آگاهانند به مرگ خودشون. بسیار میگه که الان مثلا یکشون میگه خب پدر از تو خواهش میکنم، تمنا میکنم که اگه من مردم در راه خیر و صلاح خودم بوده، چه مرگی بیش از مرگی برای من بیش از این افتخارآمیز است. 100 سال که چیزی نیست مادر، این شعر را به خاطر بیاور و این انتقام جویان مدافعین تازهی خواهند داشت که پس از مرگشان جانشینشان خواهند شد. خدا حافظ، مرگ مرا صدا میکند. میل ندارم که چشمانم و دستهایم را ببندم. همه شما را میبوسم، با وجود این مردن سخت است، هزاران بوسه. اما سال 67 که شما در اون دالانهای مرگ بودید، این نامه ها تا حد زیادی نوشته نشد. شما چطور این رو توی این اسناد جدیدتون در این کتابتون آوردین؟ چطور اینه میتونه این فضا رو ترسیم بکنید؟ همون گونه که به درستی اشاره کردین، از اون جایی که به ویژه در تابستان 67 سریت حرف اول رو میزد در اون کشتار مخوف، اونقدری که حوزه دانسته های من به من میگوید از بچه های اعدام شده 67 وصیت نامه باقی نمون. آیا اساسا فرصت وصیت نامه نویسی به کسانی دادند، اجرا شده؟ و اگر کسی وصیت نامه نوشته، این دست چه کسی هست؟ آیا دست خانواده ها رسیده یا نه؟ اونقدری که من جستجو کردم، هیچ چیز مرتبط با وصیت نامه نویسی از اعدام شدگان 67 ما نداریم. از این رو عمده وصیت نامه ها به شمول از سال 60 تا 63 که سیاه‌ترین دوره تاریخ نظام زندان اسلامی هست، بیشتر این دوره رو در بر میگیره. کسانی بودن که آگاهانه از این فرصت واپسین استفاده نکردن، یعنی ننوشتن وصیت نامه رو، چرا که اعتقادشون بر آن بوده که اساسا نمیتونن اون چیزی رو که به دلخواه هست بنویسن و اگر چنین بکنند هیچ اطمینانی وجود نداره که این نامه به دست گیرنده اصلی که خانواده ها باشه
در واقع رسیده بشه. به همین معنا این فرصت واپسین که به زندانی داده میشد به عنوان وداع، کلماتی رو از زبان دل به کاغذ منتقل بکنه، خیلی ها تن زدن، از این فرصت آگاهانه استفاده نکردن. اگه سویه ایدئولوژیک قرقبانان در منع برنوشتن توسط خدا ناباوران رو یک سو بگذاریم، بسیاری با عدم اطمینان از نرسیدن مکتوب نامه هاشون رو ننوشتن، این نامه واپسین یا وصیت نامه رو ننوشتن. از این رو اون حد از وصیت نامه هایی که در دسترس قرار گرفته عمدتا شامل سالهای 60 تا 63 است که اوج به اصطلاح اقتدار نظام در سرکوب در زندانهای جمهوری اسلامی بوده. اما بررسی نامه های بر جای مونده، نه نامه های واپسی، نامه هایی که به شکل هر دو هفته یک بار یا ماهی یک بار در زندان های مختلف متفاوت بوده نوشته می شده به خانواده ها، اساسا از این نامه های بر جای مونده ما با چند در واقع فراز مواجه هستیم: پوشیده نگاری، کلی گویی، فاش گویی، ایجاز، رمزوارگی، استفاده از ادبیات کلاسیک، اشعار نو، کلماتی که به خواهده میبایست بعد از نگاه بدبین اساس و کنترلچی از پس اون دیوارهای بتونی و سیمخاردارها عواطف نگارنده رو به اون سو منتقل کنه. اینها در واقع برخی از خصوصیات عام نامه ها رو بازتاب میده. از این رو اهمیت ثبت و مکتوب کردن چنین نامه هایی در آن است که دوره های زندان رو به واقع میتوان از میان خطخانی و سپیدخانی این نامه ها نقب زد به دوران های زندان، دوره هایی که سیاه بوده مثل 60 تا 63 که نامه ها عمدتا ترجیبند های به اصطلاح ثابتی داره: من خوبم، همسرم، امیدوارم تو خوب باشی، مثلا بچه‌مون رو امیدوارم خوب بزرگ کنی، این مقدار طلب دارم، این مقدار بدهی دارم. بعد این رمزگویی و پوشیدگویی و اینها مشخص میکنه که یک نگاه بدبین و یک چشم سومی از بالا نامه ها رو داره کنترل میکنه. با دگرگون شدن فضا ما با ادبیاتی متفاوت مواجه هستیم. خب این ادبیات و این کلمات و این سپاه واژگان ما رو نقل میزنه به دوران دیگری از نظام زندان جمهوری اسلامی. میدونید که این نامه ها عمدتا و تنها در 5 خط از میون چشم گزمه ها باید عبور داده میشده. یعنی ما امروز آثاری رو در اختیار داریم، در آخرین فرصت گل هم هست، که این اسناد سیاست بیرحمی و تبهکاری جمهوری اسلامی و کار به دستانش رو به قول معروف رقم میزنه. زندانی یا کسی که این نامه ها رو می نوشته برای نامه 5 خطی، این تجربه شخصی خود من هست، ساعتها و روزهای متوالی رو به اندیشه و تمرکز می گذرون، هر واژه زیبایی رو شکار می کرد، هر شعر مناسبی رو می بلعید تا از اون بتونه در نامه استفاده بکنه. در واقع از دیگر ویژگی های این نامه های بر جای مانده، علاوه بر انتقال حس زندانی به دنیای خارج، شکستن تابوی خجالت بوده که زایده فرهنگ شرقی بوده و موضوعات بسیار به اصطلاح موضوعات درگیر فراوانی که ما با خواندن این نامه ها در واقع میتونیم نقد بزنیم به اون دوره های در حقیقت سیاهی که از نظام زندان جمهوری اسلامی واقع مونده. یکی دیگر از ویژگی نامه‌نگاری‌ها خوب نویسیه. اکثر زندانیان حکم گرفته برای مقابله با این فرهنگ مخشویی گزمه‌های اسلامی به زیبانویسی و خوشنویسی روی می آوردن. در حقیقت عرصه‌ای از تقابل دو نوع فرهنگ و اندیشه رو میشه تو این نامه‌ها مشاهده کرد. یه نمونه هستش از در حقیقت زنده یاد منوچهر سرحدی، یا که برای در حقیقت دخترش نوشته، که در این نامه های باقی مونده در آخرین فرصت گل باقی مونده به اصطلاح ثبت شده. و چند نمونه دیگر هستش که من اینجا انتخاب کردم براتون میخونم الان. با تغییر شرایط، کسی که تو سالهای سیاه 60 تا 63 فقط احوال پرسی میکرده، با تغییر شرایط
از اوایل سال 64 به این سو ادبیات این گونه رو ما میبینیم. بهار فرا میرسه، زندگی در میان گلبانگ بلبلان و رقص پروانه ها تراوت مییابد. من به تو میاندیشم عزیزم. همسرم سلامی به درخشندگی چشمان مهتاب گوند، سلامی به شکوفایی خنده های زندگی سازد. همسرم بهار خرامان میآید، بار دیگر شکوفه ها در دامان پاک شاخه های حیاتتان پای کوبی می کنند و اردکان بیقرار آواز رفتن به سوی سپید رود جوان سر می دهند. و نمونه های فراوانی که در واقع با تغییر شرایط می توان اینها رو بررسی کرد و به اون دوران نقل زد. جدای از این مکس میکنم روی وصیت نامه ها، یعنی روی نامه های واپسین. میدونیم در نظام زندان اسلامی وصیت نامه که اونو ما زیر مجموعه نامه ها داریم میمونیم، مقوله شرعیه دارای احکام خاص خودش هم هست. مثلا اینها عنوان میکردن که از قول پیامبر اسلام که هر کس بدون وصیت بمیره در واقع شبیه اینه که در دوران جاهلیت مرده باشه. وصیت نامه همچنین بخشی از مراسم اعدام مرگ فروشان اسلامی هم هست. اونا مرحمت و رأفتی که فاقدش بودن رو در حقیقت با این فرصت دادن میخواستن پوزشو بدن، به وجدانی فخر بفروشن که فاقدش بودن. یعنی ما این فرصت رو در اختیار توی کافر و مرتد و محارب میگذاریم که نامه آخرت رو بنویسیم. در واقع انگار بخشی از مراسم اعدامه، شبیه این میمونه که آب بدیم به یک کسی اول و بعد سرش رو ببریم. برخلاف محدودیت نامنگاری در زندان که تابع مقررات ویژه بوده، توی نامه های واپسین چنین محدودیتی در واقع وجود نداشته. کمی معاف بودن، میتونستن دست و دل بازانه تر بنویسن و این وصیت نامه ها این فرصت واپسینی بوده که در واقع به خیلی ها دادن. بسیاری هم از این استفاده نکردن. این بخشی که ما داریم و باهاش مواجه هستیم اون بخشی است که خانواده ها در اختیار گذاشتن. بسیاری از این نامه ها و واپسین نامه ها در صندوق خونه اسرار و سینه های درد و داغ و درفش همسران و مادران توی این صندوق خونه ها در حقیقت به عنوان یادگاری که از عزیزشون بر جای مونده محافظت داره میشه. اینجا من لازمه این توضیح رو بدم. یکی از نامه هایی که به دست من بعد از مدت ها اصرار و تأکیدم بر اینکه این نامه خوب است که ثبت شود، بعد از مرگ یک مادری که حاضر نبود این نامه رو بده از طریق خواهر اون دوستی که اعدام شده بود، و وقتی رفتن این نامه رو در آوردن و بیارن در اختیار بذارن که در این کتاب ثبت شه، این نامه اکسیده شده بود و پوسیده شده بود و قابلیت استفاده نداشت، خطوط از بین رفته بود. اونجاست که در حقیقت میگم که این چیزی که اتفاق داره میفته، این در واقع جهانی که ما درش زندگی میکنیم، در همین اروپا خیلی از آثار رو دست نخورده در دمای مناسب نگه داشتن و به دید جهانیان میگذارن. اینجا قرار نیست دوباره فاشیزم ظهور بکنه، قرار نیست اون مرگ فروش ها حکومت به دست بگیرن، اما یک چیز رو قرار دادن به خودشون، فراموش نکنن که چه اتفاقی افتاده. و متاسفانه این بخش از نامه ها و وصیت نامه ها که عمدتا در ایران هستش و نزد همسران و مادران نگهداری میشه، با رفتن مادرها، با آروم آروم با ترک کردن اینها، جنبش دادخواهی دچار یک فقدان داره میشه و این اسناد رو هم در واقع با خودشون انگار دارن به گور میبرن و پنهان از ماست. شاید، و تاکید میکنم بر این شاید، که آثاری از این دست مکتوب کردنش بتونه به واقع این شوق و اشتیاق رو به وجود بیاره که اون کسانی که اینها رو نگه داشتن به عنوان یک هدیه گرانبها از عزیزشون نزد خودشون رو، این رو به دید همگانی بگذارن. با این بلندگویی و فاشگویی بتونیم سازوکار نظام بهیمی زندان حکومت اسلامی رو که از فردای اون بهمن یخزده تا به امروز دوره‌های متفاوتی رو داشته، فراز و فرودهای متفاوتی رو داشته باشه، اون رو بتونیم در واقع کمک بکنیم به مستند کردنش و به دید همگان گذاشتن. شما توی این کتاب از بسیاری از آثار هم عکس گرفتید. من نام پیام فروغ رو میخونم که میگه باز چشمم با آن انگشتر افتاد، این بار در کلیپ آخرین فرصت گل.
و باز به یاد داستان ساکهای دستی شهیدان 67 افتادم. داستان یگانه و بی‌نظیر که اتفاق نیفتاد مگر در قلمرو وحوش حاکم بر ایران. بیاد دارم مادر بزرگم شکسته و تکیده و ناامید به خانه بازگشت بدون ملاقات. میگفت دشخیمان گفتند مرد خانواده برای ملاقات بیاید. باری ما هم ساکی نصیب من شد که تمامی مکنت به جا مانده از او بود و گرانقدرترین موجودی آن همان انگشتر عزیز بود که همه منظرمان آن را می شناختند. یادآور روزهای سرسبز عشق و جوانی، انگشتری که دو قلب را به هم پیوند داده بود. کاردستانی عاشق بر روی مهره فولادین تا از میان زنگار زمان بیزنگ و درخشان عبور کند. چه زیبا هم عبور کرد تا اینکه نشان عشق گذرش به زندان ها افتاد، تا داغ و درفش و اتاقهای تمشیت و جلادان عاشق خوش را ببیند و تجربه کند، تا شهادت دهد که چگونه افتاد مشکلها، تا هنوز عشق همچنان در سلوک است و آن انگشتر گردناویز عاشق دیگر. شما از مثل اون نمایشگاه امید بسیاری از این چیزهایی رو که به دست آوردین عکسشون رو گرفتین گذاشتین و باز پیوند دادین به همون در واقع اردوگاه بازمانده از دشخیمان فاشیست. فکر میکنید چه باید کرد؟ خصوصا در آستانه سال نو هستیم و باز بازدید و گذری به خاوران و مادران خاوران. چه پیامی دارین در این آخرین روزهای زمستان و بازدید از خاوران و اون زنده یادان؟ علی عزیز، متاسفانه مادرها در حقیقت که در صف اول مبارزه و جنبش دادخواهی بودند یک به یک دارن ما رو ترک میکنند. میدونید که شجاعانه ترین چیزی که اگه میشه در ارتباط با جنبش دادخواهی مطرح کرد به واقع مبارزات مادران و همسران بوده در این سالیان، به ویژه مادران. این تنها رابطه ایست در جهان، رابطه مادر و فرزند تنها رابطه ای در جهانه که رابطه ای که طلاق بردار نیست، رابطه ایست همیشگی و رابطه ایست خاص خودش را فقط با مادر بودن میشه این رو توضیح داد. این آثار بر جای مونده از کسانی که ساعتها وقت گذاشتن، من اجازه میخوام در واقع بی هیچ توضیحی منظومه‌ای که طنز پرداز معاصر هادی خرسندی عزیز بعد از آن که کتاب رو دید و شبی در واقع برام نوشته که شبی دوچار دگرگونی میشه و با عشق کلمات و واژگانی رو به روی کاغذ جاری میکنه که من این رو در چاپ دوم کتاب به صورت یک کلاژ در آوردیم و در انتهای کتاب این رو اضافه کردیم. فکر میکنم همه اون چیزی که در ارتباط با آثار بر جای مونده، آثار هنری و کارهای دستی بر جای مونده از این عزیزان باقی مونده، هادی با کلام شیرینش و با سپاه واژگانش به زیبایی تصویر کرده و من این 5 کارت پستالی رو که هادی در قالب یک منظومه سروده اجازه میخوام این رو در واقع برای شما و بینندگان محترم برنامه‌تون قرائت بکنم. ترجیبند تمامی این 5 کارت پستال آخرین فرصت گله که از نام کتاب برگرفته شده. آخرین فرصت گل، گلدوزی، سنبل و نسترن نوروزی، لطفاً این هدیه به مادر بدهی، یادگار شب آخر بدهی. آخرین فرصت گل، یک گلدان ساختم با نمک و خرده نان، در شب آخر و پایان بهار پیشکش میکنمش خدمت یار. آخرین فرصت گل، یک کوسن نقشبندی شده با نخسوزن، به شهیدان نظری داشتم، لاله سرخ در آن کاشتم. آخرین فرصت گل، یک ماهی اثر جوهر و کاغذکاهی، قابش از چوب و مقواب و خمیر،
خدمت آن پدر و مادر پیر. آخرین فرصت گل یک نامه به هواداری از این برنامه. می روم صبح سحر با شادی، مقصدم آزادی، آزادی.